خاطر قیام و انقلاب کل زندگی ما از دستمون رفت. زندگی تنها زنده ماندن نیست، زندگی یعنی آزادگی، تلاش و مبارزه برای باور به عقیده. اگه آزاد باشیم کل چیز داره. ما قدرت الله بناوین هستم، فارغ التحصیل از رشته بازیگری. نور آقا یک جوانی است که از رشته انجینری فارغ شده و بسیار یک شخصیت جدی است. منشی انقلاب نور آقایی که زمانی که پدر و مادرش گم میشه و نور آقا زمانی که متوجه یک نظامی که در حکومت جریان داشت متوجه میشه که حکومت مردمی نیست، دست به انقلاب میزنه. زمانی که ما برای شخصیت نور آقا برای امتحان آماده بودم، ما 3 بار امتحان دادیم به خاطر که بتونم انتخاب شوم در نقش نور آقا. چون من تئاتر کار کردم قبلا، مشکلات زیادی بود که بتونم در سینما براحتی کار کنم. کوشش کردم که زیادتر برایم از یک بازی های تئاتر بیم در بازی های سینما و اونمو بازی های به اصطلاح عام بازی های زیرپوستی که مردم میگن انجام میتونم. اصلا خودم یک شخصیت کمی شوخ هستم. نور آقا شوخ نیست، یک شخصیت بسیار جدی است. ما تقریبا 2-3 هفته خود قرنطین کرده بودیم که اصلا باید خنده نکنم تا ای که بتونم همون شخصیت جدی نور آقا را بگیرم. و این برای ما بسیار سخت بود. پیش آینه کار میکردم، کوشش میکردم با چشما کار کنم، کوشش میکردم که زیر پوستی کار کنم و شخصیت نور آقایی که در زمان رفیق ترکی بود، ما رفتم طرف یوتیوب ویدیوهایی که در اون زمان بود یا شخصیت های انقلابی که در گذشته ما داشتیم، رفتم کمی که اینا رو دیدم که اینا چطور زندگی میکنن، چطور کار میکردن، چی رقم یک شخصیت هایی هستن، تا ما بتونم که من همون شخصیت بگیرم و خوبتر نقش اجرا کنم. اما کمک سخت بود، از اول بسیار برم سنگین تمام میشد، چون یک رقم خدا میگفتم که باید خنده نکنم، باید شوخی نکنم، تا ای که تقریبا بعد از 1 ماه متوجه شدم که کمک جدی شدم در زندگی. اصلا خنده یادم رفته بود، زیادتر کوشش میکردم که نور آقا باشم تا ای که قدرت الله بنیامین باشم. و این یک تجربه خیلی خوبی بود از لحاظ شخصیتی، خیلی فکر میکنم حس خوبی داشتم که میتونستم نزدیک شوم به شخصیت نور آقا و بازی کنم در سینما و از تئاتر کمی دوری کنم. زمانی که من در شخصیت نور آقا قبول شدم و اسکریپت خواندم، دیدم که شخصیت های دیگه که قرار است با من بازی کنه اونا رو هم خبر شدم و شناخت میشونم. راستش برای من بسیار سخت بود، چون اولین بار بود من میخواستم یک سریال بازی کنم و هم در شخصیت مرکزی و یک سریال یک فیلم بلند باشه. واقعا ترسیده بودم از اول. فکر میکردم که شاید نتونم بازی کنم، یا چون مثل تمام بازیگرایی که در شخصیت های مرکزی سن اونا کلا تجربه کاری زیادی دارن، اونا رو قبلا در صفحات اجتماعی دیده بودم و سریال هایشان رو دیده بودم، برای من کمی که سنگین تمام شد. گفتم که من خود کار اولم است، چون قبلا کارهای تئاتر زیاد کرده بودم، گفتم چطور بتونم در سینما بهتر بازی کنم. شخصیت ها خیلی خوب بودن، دوستای خیلی خوبی شدیم. زمان کار را شروع کردیم دیدم که نه، میتونم کار کنم و دوستا یعنی انگیزه میدادن که خوب است کار. با شخصیت هایی که من زیادتر میتونستم راحت کار کنم، یک از شخصیت ها ملا حبیب بود که با ملا حبیب بسیار راحت بودم، میتونستم دوست داشتم که بیشتر نقش داشته باشم در سریال. شخصیت دختر کاکای مهوش بود که مهوش هم خیلی خوب بازی میکردن و دوست داشتم که زیادتر نقش داشته باشیم، زیادتر بازی کنیم. در کل ببینیم تمام شخصیت هایی که انتخاب شده
اونا توانایی خاص خود دارن، ظرفیت های خاص خود دارن و بازی های خیلی خوبی میکنن. هر کدامشون یک سبک بازی خاص خود داشتن. من خیلی خوشحال بودم که با تمامشون تجربه داشته باشم، از تمامشون مثلا همراهشون تجربه کنم بازی ها را، و این خیلی خوب بود. صحنه های پرچالش در سریال که برای من بود، صحنه های راستش صحنه های رومانتیک بود، چون سخت بود. من صحنه های عاشقانه رو کار نکرده بودم، یکی زیاد نمیتونستم شخصیت های عاشقانه کار کنم. زیاد دوست داشتم شخصیت های جدی جنجالی همیشه در جنجال و جنگ و جنگ و خورد باشن. سلام شنوندگان عزیز، اینجا رادیو کابل است. صدای مرا از قلب آسیا میشنوید. میشنوید مهوش جان؟ سرای خواب است. تانوس نبوده بیچاره. ده بار دکتر را گفتم که امروز حتما او را پیش پدرش برسان. من نمیخوام. صبحان آمد گفت جایی باده دارن. از که آمدن سرایه رو میرسم. شکر که بالاخره گرفتیش. اگر کمکی تو نمی بود هرگز خریده نمیتونست. عجب گپای میزنی. هزاران نفر حاضر هستن به خاطر وطن و دین خود جان خود فدا بکنن، بس تو گپ چهار بابای سر میزنی. یک صحنه‌ای که بسیار برای من جالب بود، من هیچ وقت تفنگچه در دیس خود نگرفته بودم، فایر نکرده بودم. صحنه باغ بود که من باید ستار با مرمی میزدم. زمانی که تا هنوز قبل از اینکه فیلم برداری شروع شد امتحان نکردیم، آقای میرزایی آمدن سه مرمی انداختن که باید دو تاشو فایر کنم. زمانی که فایر کردم خودم به خطر رسیدم، چون من با تفنگچه کار نکرده بودم و برای من خیلی سخت بود اون صحنه. ستار زد! یک صحنه که بسیار جالب بود برای ما، صحنه بود که من داخل زندان بودم و او شب باید مرا اینا لاتکوب میکردن تا که از زبان ما گپ بگیرن. جالبی بود که این قسمت بازوی ما لباس پاره بود و اینجا مواد مانده بود که همین سیگریته که زمانی که آقای دلاور روشن میکنه و اینجا میمانه مرا بسوزانه تا من گپ بزنم. یک دو تیک سه تیک رفتیم این مواد افتید پایین، کسی متوجه نشده بود. آقای دلاور بعدن که در تیکی بعدی آمد میخواست سیگرت بونه، یک دیگه واقع سیگرت ماند و من واقعا خیلی درد کرد سوخت. و وقتی که فهمید که آقای دلاور فهمید که مواد نیست اینجا سوخته، همین قوقش را گرفت تک زد. وقت زمانی که تک زد دیسم پشت سر بود، دیسم در پشت سر بسته بود، این قوق در قفی دیسم افتیده بود و واقعا سوختم دیگه. بازی و خدایتم تو را نجات دادن نمیتونم. چرا کفر میگی؟ چرا نمیکشه که کلی ما بیرم شد؟ رفقایتم تا زحمت نندازم. فکر کنم از سر خر شیطان پایین نمیه. نشد دوست دارم. امیدوار هستم روزی برسه که سینمای افغانستان هم مثل کشورهای دیگه سینمایش به صنعت تبدیل شود. با ثبت سریال ها، با ثبت فیلم ها، با یک اول که یک دعا میکنیم که بخیر انشاءالله وطن ما را آرامی بسازه، اینمی صنعت شروع شود و حداقل سینماگرا هم فیلمسازا هم فیلم بسازن، درآمد خوب داشته باشن، تا که کسایی که دوست دارن فیلم های افغانی و سریال های افغانی ببینن لذت ببرن. نما رسانه یک مرکزی خیلی خوبی است که من شاهد چندین سریال و فیلم هایشان بودم. دولت باید توجه کنه در قسمت سینما یا در قسمت رشد و صنعت سینمای در افغانستان همکاری کنه،
تا اینا بتونه اونمو داستانی که از بطن جامعه است اونا را به تصویر بکشه و علاقمندا و کسایی که در بخش بازیگری یا بخشای دیگه علاقمند هستن اینا بیاین کار کنن و یک فرهنگسازی خوبی شود در قسمت ساختن و فیلم و فیلم دیدن و صنعت سینما. امیدوار هستم که روز شبه که مثل نمارسانه ما مراکزی دیگه هم داشته باشیم در قسمت صنعت سینما کار کنم. فقط از خونه دارم بس تاهیرم خوری شرشی که گفته که با نراغا بیه قبول نکنه. آله کجاست؟ صبحان رفته که برای ماشوم اول دکتر بیاره بیده. گفتم که آله کجاست؟ معوش در کجاست دکتر؟ ما مطمئن هستم که اولی خوش آمده. صبحان کلی داره، اینجا هم خانهش هست، آجاد با تک تک دروازه نداره. کلی دارم؟ خیلی کی هست؟ جواب مره ندادی دکتر. معوش کجاست؟ با خدا گناه از اونا نیست، هرچی که اصرار کده که بانک دار آقا بیا اصرار کده که در آقا بیا قبول نکده. وای شما چی کرده؟ چرا تا هنوز برای ما چیزی نگفتی؟ در بازار شکستون بیادر ببینم کی هست. صبر کن